سلام بچه ها، من روح‌انگیز هستم، با یه ویدیوی آموزش جدید همراهتون هستم. قراره که در ادامه این ویدیو مراحل آموزش این تابلو جذاب و قشنگ رو با هم ببینیم. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که کانال من رو سابسکرایب کنین، نظرات و پیشنهاداتتون رو برام کامنت کنین و زنگوله رو فعال کنین تا وقتی ویدیوی جدید آموزشی آپلود میشه مطلع بشین. بریم با هم متریال مورد نیاز این کار رو ببینیم. اولین و مهمترین متریال مورد نیاز برای انجام این تابلو خمیر تکسچر هستش که من اینجا از دو نوع خمیر تکسچر استفاده کردم، خمیر تکسچر بسکت و خمیر تکسچر سندستون. هر دو از برند کیش بودن که من همراه هم آورده بودم، یک مارک ایرانیه و شما نسبت به جایی که هستین میتونین از برندهای مختلف دیگه هم استفاده کنین. برای رنگ‌آمیزی کار از رنگ‌های اکریلیک استفاده می‌کنم و رنگ مورد نظرمون هم باز نسبت به سلیقه خودمون انتخاب میکنیم. بسته به نوع سلیقه‌تون میتونید رنگ‌های متفاوتی رو استفاده کنید. قلمو برای رنگ کردن کارمون از اسفنج و ابر هم میتونید استفاده کنید، چون من یه بخشایی رو استفاده کردم. کاردک‌های متفاوت برای پخش کردن خمیر تکسچر روی کارمون که مهمترین کاردکی که اینجا ازش استفاده میکنیم کاردک رنگین کمانی یا شونه‌ای هستش که میتونیم باهاش بافت‌هایی رو روی سطح کارمون ایجاد کنیم. اینجا به اندازه کافی، به اندازه نیاز خمیر تکسچر روی کارمون می‌ریزیم. ببینید ضخامت خمیر تکسچر ما نباید اونقدری زیاد باشه که بعد از خشک شدن ترک بخوره، نباید انقدری کم باشه که اون برجستگی ها رو نشون نده. البته که این موضوع رو هم بگم که توی این تابلو ما نیاز نداریم که این برجستگی ها توی فضای کلی کارمون یک دست باشه، بلکه برعکس نیاز داریم که یک جاهایی ضخامت بیشتری داشته باشه، یک جاهایی ضخامت کمتری. همجور که میبینین من خمیر تکسچر رو سعی میکنم که به کمک کاردک روی سطح بومم پخش کنم. مطلب بعدی که باید بهش توجه کنید اینه که این سبک کار کاملا سلیقه‌ای میتونه پیش بره، یعنی حتما نیازی نیستش که شما مدلی رو که من اجرا کردم اجرا کنید. میتونید با توجه به سلیقه خودتون توش تغییرات به وجود بیارید و تابلوهای مختلفی رو با طرح‌های متفاوتی داشته باشید. توی این بخش از ویدیو من متوجه شدم که حافظه گوشیم پر شده بوده و یک بخشی از ویدیو ضبط نشده. یه حجم خیلی کمی از خمیر تکسچر سندستون رو گوشه پایین کار من کار کردم، با کمک کاردک پخشش کردم و بعد به کمک کاردک رنگین کمانی اون طرح‌های برجسته رو روی کار ایجاد کردم. در ادامه به کمک کاردک فلزی یه خطوط برجسته ای رو روی کار ایجاد کردم به صورت ناهماهنگ که این هم کاملا میتونه سلیقه‌ای تغییر کنه. همونجور که داریم میبینین یه بخشایی از کار کاملا برجسته تره و یه بخشایی از کار برجستگیش کمتره که این خودش به زیبایی کار کمک میکنه. بعد از پایان مرحله کار با تکسچر، نکته مهم اینجاست که باید اجازه بدیم خمیر تکسچرمون حسابی خشک بشه. این زمان حداقل 24 ساعته. برای خشک کردن خمیر تکسچر از ابزاری مثل سشوار استفاده نکنید، چون باعث میشه که لایه سطحی کار ما خشک بشه و لایه زیری خیس بمونه. بعد از اتمام کار این موضوع باعث میشه که کار ما ترک بخوره. خب توی این مرحله یه بار دیگه از کاردک رنگی کمانی استفاده میکنم و روی تکسچر سندستونمون میکشم که یک برجستگی هایی رو روی خمیر سندستونمون ایجاد کنم. در ادامه به کمک پشت کاردک یک جاهایی رو به شکل ضربه‌ای دوباره بافت ایجاد میکنم که یک تنوع بافتی هم توی کل کارمون داشته باشیم. بررسی های پایانی رو انجام میدیم و زمان میدیم تا کارمون خشک بشه و در مرحله بعد میریم سراغ رنگ‌آمیزی کارمون. برای رنگ‌آمیزی کار من از 3 تا رنگ مختلف استفاده کردم که هم با هم ترکیب کردم هم به صورت جداگونه توی کل کار
ازشون استفاده کردم. یه بخشی از کار رو با قلمو رنگ کردم و یه بخشی از کار رو به کمک ابر رنگ‌آمیزیمو انجام دادم. من نمیخواستم که تمام کار به صورت یک دست رنگ بشه و یه فضاهایی از کار رو نیاز داشتم که سفیدی کف کار یه مقدار مشخص بمونه و یه حالت ابر و بادی توی کار داشته باشه. یه بخشایی رو تیره تر، یه بخشایی رو روشن تر رنگ کردم که همه اینا باز میتونه طبق سلیقه شما متغیر باشه. نکاتی که در خصوص رنگ‌آمیزی با ابر باید بهتون بگم اینه که حتما به صورت ضربه‌ای رنگ‌آمیزیتون رو انجام بدین و زمانی که رنگ رو از روی پالت برمی‌دارین حتما زهر رنگ رو بگیرین که یهو یه حجم زیادی از رنگ روی کارتون منتقل نشه. یه بخشی از کار رو با قلموی کوچکتر رنگ کردم، جاهایی که دسترسی به رنگ کردن با ابر یا قلموی بزرگتر سخت‌تر هستش میتونید از قلموهای متنوعی استفاده کنید که بتونید تمام کارتون رو به راحتی رنگ کنید. یه بخشی از کار رو با رنگ روشن‌تر، یه بخشی رو با رنگ تیره‌تر رنگ کردم که یک سایه روشنی رو در کل کار داشته باشم. شما میتونید باز در نهایت به سلیقه خودتون رنگ‌آمیزی کار رو انجام بدید. نکته پایانی این که بعد از اتمام رنگ‌آمیزی سطح کارمون حتما کناره‌های بوم رو هم رنگ کنین، چون این کار زیبایی کار رو دوچندان می‌کنه و خیلی وقتا ممکنه که فراموش کنیم این کار رو انجام بدیم. این نکته مهمیه که باید حتما اطراف کارمون رنگ‌آمیزی بشه. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. چنانچه به واسطه ویدیوهای آموزشی من تونستین اثری رو ایجاد کنین، خوشحال میشم تصاویرشو از طریق اینستاگرام برای من ارسال کنین. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما کامنت کنین. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله فراموش نشه و هر سوالی که دارین توی بخش کامنت ها میتونید از من سوال کنین. برای ویدیوهای بعدی هم هر پیشنهادی که دارین حتما لطفاً برام بنویسین که بتونم از پیشنهاداتتون استفاده کنم. مرسی که همراه همین. این همراهی شما کلی به من انگیزه میده برای ساخت ویدیوهای آموزشی بیشتر. کلی دوستتون دارم و تا ویدیوی آموزشی بعد به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون.